سرخط خبرها، رئیس جمهور ازبکستان افغانستان از دید جامعه جهانی خارج شده است. طالبان در غزنی بر برگزاری مراسم عزاداری محرم مدیریت وضع کردند. بنیاد تحقیقاتی دیدبان روسیه برای تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاه تروریستان با طالبان تعامل میکند و همچنان در پایان بالاخره طالبان مجبور شدند تا با تشکیل دولت موقت تن دهند. مشروع خبرها، رئیس جمهور ازبکستان میگوید به دلیل جنگ و درگیری در نقاط مختلف جهان افغانستان از دید جامعه جهانی خارج شده است. شوکت میرزیایف در نشست سازمان کشورهای ترک در آذربایجان خواهان آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان شد. سازمان کشورهای ترک شامل آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ازبکستان است. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، شوکت میرزیایف در این نشست گفت متاسفانه به دلیل تجدید جنگ‌ها و درگیری‌ها در سایر مناطق جهان افغانستان همسایه که میلیون‌ها نماینده مردم ترک در آن زندگی می‌کنند از دید جامعه جهانی خارج شده است. شوکت میرزیایف گفت بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان به بهبود وضعیت افغانستان کمک خواهد کرد. آقای میرزیایف پیشنهاد کرد که رویکرد مشترک و واحد در قبال افغانستان در دستور کار وزیران خارجه سازمان کشورهای ترک قرار گیرد. ازبکستان همانند دیگر کشورها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما این گروه روابط نسبتاً نزدیک با آن دارند. طالبان در غزنی بر برگزاری مراسم عزاداری محرم مدیریت وضع کردند. منابع محلی در غزنی از وضع مدیریت توسط طالبان بر شیعیان در جریان مراسم عزاداری محرم در این ولایت خبر می‌دهد. منابع روز یکشنبه می‌گویند که مقام‌های محلی طالبان در جلسه مشترک با شورای علمای شیعه در غزنی به اعضای این شورا دستور دادند از نصب پرچم عزاداری بر در و دیوارهای شهر خودداری کنند. طالبان برگزار کنندگان مراسم عزاداری ده محرم در این ولایت را از آماده کردن سقف‌خانه در جاده‌های شهر و بیرون شدن از تکه خانه‌ها نیز منع کردند. بنیاد تحقیقاتی دیدبان روسیه برای تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاه تروریستان با طالبان تعامل میکند. بنیاد تحقیقاتی دیدبان گفته است که روسیه برای تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاه تروریستان با طالبان تعامل بیشتر میکند. بنیاد تحقیقاتی دیدبان روز یکشنبه با نشر مطلب گفته که پس از حمله داعش بر سالن کنسرت شهر کرکوز در سوریه، روسیه این کشور تلاش‌های خود را برای جلوگیری از احیای دوباره افغانستان زیر سلطه طالبان به عنوان پناهگاه تروریستان شدت بخشیده است. این بنیاد به پیشنهاد وزارت دادگستری روسیه مبنی بر حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی اشاره کرده و گفته است تصمیم روسیه برای حذف طالبان از فهرست تروریستی خود اگرچه ناگهانی نیست، اما به عنوان یک سناریوی خطر محدود تلقی می‌شود. طالبان در مورد چیزی نمی‌گویند. سیام نایاب گزارش می‌دهد یک تروریست کلان دیگر از سوی جبهه مقاومت ملی به جهنم ابدی فرستاده شد. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان ساعت 3:40 پس از ظهر روز گذشته در عملیات هدفمند و با افراد که افراز کمین موفق شدند تا حافظ عبدالباری چخانسوری عضو مدیریت امنیت داخلی قماندانی امنیت طالبان در ولایت نیمروز را در مربوطات نایه دوم شهر نیمروز از پا درآوردند. طالبان در مورد چیزی نمیگوید. این در حالی است که جبهه خودش اعلان کرده است که در حمله نیروهای جبهه مقاومت در کابل 5 طالب تروریست کشته و زخمی شدند. گزینه‌های پاکستان برای مقابله با تروریسم در افغانستان. شهباز شریف و مقامات ارشد امنیتی پاکستان به دوشنبه رفتند تا با استفاده از گزینه جبهه مقاومت و سایر جریان‌های شبه نظامی زیر طالبان فشارها بر کابل را افزایش دهند و این پیام را به طالبان افغان منتقل کنند که حمایت از تروریسم هزینه‌ها و پیامدهای جدی برای حاکمیت آنها در افغانستان خواهد داشت. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اخیراً چندین بار تاکید کرد که این کشور مصمم است که پایگاه‌ها و پناهگاه‌های طالبان پاکستانی را در عمق خاک افغانستان هدف قرار دهد. این موضع‌گیری با واکنش شدید مقام‌های طالبان از جمله وزارت دفاع و نمایندگی سیاسی آنها در قطر روبرو شد. طالبان ضمن تاکید بر این که ناامنی مسئله داخلی پاکستان است و طالبان هرگز اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده شود، نسبت به پیامدها و پاسخ متقابل هر گونه حمله خارجی هشدار دادند. در پاسخ به این واکنش سریع و شدید مقامات طالبان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر تصریح کرد که اسلام آباد برای مقابله با تروریسم در خاک افغانستان با طالبان مشورت نخواهد کرد. در رویداد دیگر پاکستان از اراده خود برای راه‌اندازی عملیات موسوم به عزم استقام در مناطق قبایلی آن کشور خبر داده که هدف از آن انعدام اسلحه‌های تروریستی و از میان بردن قدرت‌های عملیاتی تروریست‌های پاکستانی اعلام شده است.
همزمان نیروهای نظامی آمریکا و پاکستان یک مانور مشترک را در مناطق مرزی آن کشور با افغانستان را اندازی کردند که پیام مهم آن آمادگی و اعتماد کشور برای مقابله با تروریسم عنوان شده است. نکته قابل تأمل این است که حتی اعتراضات، واکنش‌ها و هشدارهای داخلی در مناطق قبایلی از سوی پشتون‌های ناراضی از سیاست‌های دولت مرکزی، احزاب سیاسی مخالف دولت اسلام‌آباد و جریان‌های سیاسی و مذهبی پرنفوذ قدرتمند و طالبان علیه سیاست جدید ارتش و دولت غیر نظامی پاکستان نیز تأثیر بر موضع‌گیری‌های یاد شده نداشته و به نظر می‌رسد که رهبران پاکستانی مصمم به استفاده از زور برای ادار کردن رهبران طالبان افغان به تمکین از خواسته های خود برای مهار تروریسم هستند. کارشناسان مسائل امنیتی میگویند که این رویداد به معنای آن است که 3 سال صبر و تلاش و فشار و هشدار و تهدید پاکستانی ها برای تغییر موضع طالبان افغان نسبت به طالبان پاکستانی بی نتیجه بوده و شکست خورده است. با بیان دیگر، رهبران دولت کنونی پاکستان که بیشتر از دولت به رهبری عمران خان رویکرد سختگیرانه و ستیزه‌جویانه در برابر تروریست های پاکستانی دارند و منشای نامنی های جاری در پاکستان به ویژه مناطق قبایلی این کشور را در افغانستان زیر سلطه طالبان می دانند، به این نتیجه رسیدند که هیچ جای جز استفاده از قدرت نظامی وجود ندارد. عامل محرک دیگر در اتخاذ سیاست های زورگویانه از سوی ارتش و دولت غیر نظامی پاکستان علیه طالبان منافع راهبردی امریکا است. امریکایی ها با استفاده از روابط نزدیک خود با دولت کنونی پاکستان در تلاش هستند تا فشارها بر طالبان افغان را افزایش دهند و از این رهگذر به خواسته های خود برای استفاده از طالبان در مسیر اهداف هژمونیک و پروژه های استراتژیک خیش در منطقه دست یابند. به نظر می رسد که مانور مشترک نیروهای امنیتی و نظامی طالبان و امریکا در مناطق مرزی افغانستان نیز به همین هدف صورت می گیرد تا طالبان افغان صدای شلیک های جارامز دو کشور را بشنوند و به تغییر موضع خود در راستای تامین منافع مشروع یا مشروع آنها اقدام کنند. یکی دیگر از گزینه های پاکستان برای فشار بر طالبان افغان استفاده از کارت جبهه مقاومت و نیروهای شبه نظامی مخالف طالبان در افغانستان است. پیش از این خبرهای مبنی بر هجار پاکستان به طالبان در زمینه حمایت اسلام آباد از گروه های زیر طالبان منتشر شده بود. ناظران میگویند که سفر اخیر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز به همین هدف صورت گرفت. تاجیکستان دهها سال است که جریان های قومی مخالف حاکمیت پشتون‌ها در افغانستان حمایت میکند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت نیز رهبران و فرماندهان از طالبان موسوم به جبهه مقاومت به تاجیکستان گریختند و گفته می شود که با استفاده از حمایت های این کشور و متحدان آن اقدام به راه اندازی عملیات چریکی و پارتیزانی علیه طالبان در مناطق مختلف افغانستان می کنند. به این ترتیب به باور آگاهان شهباز شریف و مقامات ارشد امنیتی پاکستان به دوشنبه رفتند تا با استفاده از گزینه جبهه مقاومت و سایر جریان‌های شبه نظامی زیر طالبان فشارها بر کابل را افزایش دهند و این پیام را بر طالبان افغان منتقل کنند که مواد دسترس مزینه‌ها و پیامدهای جدی برای حاکمیت آنها در افغانستان خواهد داشت. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار همتان باشد.